فصل چهارم لیگ برتر بزکشی افغانستان با شرکت چاپاندازان کشور و با انجام بازی تمرینی میان تیم ها روز گذشته در پایتخت آغاز شد. در این فصل رقابت ها بیش از 10 تیم شرکت دارند و به گفته مسئولان فدراسیون بزکشی افغانستان به مدت 10 روز در برابر هم رقابت میکنند. مسئولان اداره ورزش گفتند که ضمن پشتیبانی از رشته های گوناگون در تلاش رشد ورزش های سنتی در کشور هستند. اسوی همچاپندازان خواهان پشتیبانی بدرنگشان اسوی اداره ورزش کشور نیز شدند. شور هیجان در لیگ برتر بزکشی افغانستان با شرکت بیش از 10 ولایت اینجا در پایتخت. چاپاندازان با شرکت در این فصل لیگ برتر بزکشی افغانستان در مراسم افتتاح این رقابت ها روز گذشته رقابت تمرینی را میان هم برگزار کردند و سوی مقام های اداره ورزش و شماری از علاقمندان این رشته مورد ستایش قرار گرفتند. مقام های اداره ورزش افغانستان میگویند که ضمن پشتیبانی از رشته های گوناگون در تلاش رشد ورزش های سنتی در کشور نیز هستند. امید چې د هوت پلاس کې په مزار شریف کې د ټولو شمالي ولایتونو ترمنځ لوبې ولرو او هغه تیمونه چې دغه پلت له لګانه یا له نورو مسایلو مشکلاتو له امله په دې لیګ کې شرکت ونه کړ هغوی به په راتلونکي تورنمنټ کې له لوبو څخه بې برخې وي او په راتلونکي لیګ کې به هم بې برخې وي. در 54 رشته در همه رشته ها بخصوص بخصوص رشته های صنعتی و عنعنوی ما در اولیت پیش ما قرار داره که ما بخصوص سر بزکشی تصمیم داریم که ما برنامه بسیار خوب و موثر و بنیادی داشته باشیم که در آینده نزدیک شما انشاءالله شایدش در سراسر کشور خواهد بودیم. مسئولان فدراسیون بزکشی افغانستان هم میگویند که چهارمین فصل رقابت‌های این رشته با تدابیر ویژه نسبت به سال پار گرفته شده است. چهارمین مسابقه لیگ بزکشی افغانستان به یک تدابیر خاصی گرفته شده باشه، از نگاه امنیت میدان به جای چپاندازا و به میمانا همه این چاله متفاوت است. پیش در دست فدراسیون زیاد گپاش نبود که مثلا قراراتی هاوی گپا میکد، ال انشاءالله کل چیزایش نظارت چه فدراسیون میکنه. چاپاندازان با اجرای نمایشات ورزشی و شرکت در این دور لیگ برتر بزکشی افغانستان رقابت تمرینی را در حال روز گذشته در برابر هم در میان ده‌ها تن از شهروندان کشور برگزار کردند که آنان خواهان پشتیبانی بدرنگ نهادهای ورزشی شدند. توقع ما از اداره ورزشی است که با پهلوانان کمک کنند و زمینه را مساعد بسازند که بیشتر همی ورزش بزکشی رشد کند در سطح افغانستان تا بتانیم که در بیرون از کشور مسابقه بتیم و دستاوردهای خوب داشته باشیم. قوانین طور است که داور باید قاضی می باشد، باید صداقتانه عمل بکنه، این طور نشه که مثال گوساله را میاره سری خط میندازه بازی را که خط بود بگه نه نیست، او را یک داور باید که صادقانه عمل بکنه. فصل چهارم لیگ برتر بزکشی افغانستان با شرکت بیش از 10 ولایت در حال برگزار شد که سال پار تیم بزکشی کندهار با غلبه بر حریفانش جایگاه نخست را کسب کرد و مقام دوم این رقابت‌ها را تیم بزکشی کندوز به دست آورده بود. پیش از این نیز ورزشکاران بزکشی در رقابت‌های بین المللی این رشته در ترکیه نیز شرکت کرده بودند. و حالا هم بیشتر صحبت میکنیم در پیوند به فصل چهارم لیگ برتر بزکشی افغانستان که در حال حاضر به میزبانی کابل برگزار شده. اینجا با مهمانان خود آقای غلام سرور جلال رئیس فدراسیون بزکشی و نیزه‌بازی افغانستان و همچنان سید ایوز عضو تیم بزکشی بغلان با ما هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر، خیلی خوش آمدید. آقای جلال، نخست میخوایم از شما آغاز بکنم که چهارمین فصل لیگ برتر بزکشی افغانستان با چه شرایطی برگزار شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله آمدگی خاصی به چهارم لیگ بزکشی افغانستان آمدگی فدراسیون کسی مسئولیت داشت خاص آمدگی برشان انشاءالله گرفته. بله. ویژگی های دور رقابت ها چی بوده؟ یعنی تفاوت های دور مسابقات نسبت به سومین فصل مسابقات چی گونه است؟ چی ویژگی های با وجود آمده آقای جلال؟ قبلا اشنا صاحب این رقم بود که فدراسیون اوقع در بزکشی رول خاص نداشت و فعلا تا با آمدن ما که آمدیم انشاءالله علی امی آمدگی میدان ما گرفتیم و قبلا از آمدگی ما با رئیس به عمومی تربیت بدنی سفری داشتیم، تورنمنتای را جور کردیم در بدخشان، تخار، قندوز، بغلان که اوجا ما همی چپاندازا و همی قهرمانای ما را دیدیم و بازیایش دیدیم و اسپایش دیدیم. انشاءالله اونا هم آمدگی خاصی داشتن. بله. یعنی آقای جلال پیش از اینکه شما فصل چهارم لیگ برتر بزکشی افغانستان را برگزار بکنین، تورنمنت ها در زون های مختلف داشتین و رقابت ها را برگزار کردین، درست؟ بله. بله. بفرمایید. مهربانی. ما به خاطر امی آمدگی چهارم که چهارمین لیگ برگزار میشد به خاطر امو آمدگی داشتیم، هم در خوست یک تورنمنت نیزه بازی داشتیم که هم جمع امی تورنمنت است و هم بزکشی داشتیم در ولایت. بله. آقای جلال، روز گذشته مسابقات افتتاح شد و امروز نخستین روز رسمی بود که دو بازی انجام شد، اما متاسفانه که دو تیمی که قرار بود مسابقه بتن حاضر نشدند، به ویژه در برابر تیم های سمنگان و کندهار. در این بارم جزئیات بتن، دلیل چی بوده آقای جلال؟ خب مشکل کندهار خو با واقعیت که تیم قهرمان ما بود، سال قبلا بود، یعنی دوم و دسیوم لیگ قهرمان بود قندار. مشکلاتی که داشتن مشکلاتی چپانداز داشتن، اونا قرارداد داشتن با چپاندازای خود قبلا قرارداد کرده بود، یعنی امو قراردادایشان هم واقعا قبلا کرده بود. بعد پسان که رقم شد قندار خودش چپانداز نداره، تیم از کابل است، از وکیل صاحب قیس است، اینا از پامدگی همه داشتن، پسان همی یک مشکلی چپانداز داشتن که او یک هم در قطع تخار داشتن و هم در فاریاب و سریپول داشتن. دیگه ما مو قانونی چیش پیش بردیم که با ما قرارداد هم آوردیم، هرچی بسار سریعزی گفت ما هم کوشش کردیم، تربیت بدنی ما آیتا تا این شد کوشش کردیم، برشان گفتیم که همین مسئله لیک است بیاین. چپانداز حاضر نشدن. باز اون در اصول چی ما است که اصول بسکشی و قانونی فدراسیونی است که کسی که معذر بود چی میکنه، اگر باز بازنده اعلان میکنیم و دو نمره رو نفع تیم کارزر میدان بود. بله. با شما برمیگردیم آقای جلال. سید وز در رابطه به این بگوین که در حال حاضر شما چقدر آمادگی دارین، در کل تیم بغلان با چه سطح آمادگی در این مسابقه شرکت کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و همکار عزیزتان، سلام خاص به بینیدی تلویزیون ملی. سید واس پهلوان از چپاندازان تیم ملی بغلان انشاءالله آمادگی بسیار خاص داره، چرا که ما سه دوره را تیر کردیم، دوره چهارمش است. از پای خوب، پهلوانای خوب، از هر نگاه ما بسیار آمادگی قوی داریم انشاءالله. بله. پیش از اینکه شما در این رقابت ها شرکت بکنید، مسابقات تمرینی و یا هم مسابقات بین ولایتتان ولسوالی ها داشتید؟ بله بله بله. بسیار خوب رئیس صاحب ما را در جریان ماند و رئیس ما را خودش هم موجه آمد، همین سیستم مسابقه را همین مثال که برگزار میشه با ما گفت، بسیار به می نوه ما مسابقه وجود دادیم. بله. بسیار اگه آمدگی خاص اموجا ما به می شکل مسابقه دادیم، دو تیم به طور قانونی دیگه، کلی بچه ها انشاءالله سرشان خلاص هست، سه دوره رو تیر کردیم انشاءالله. بله. تجربه هست. بله. سید وز، در رابطه با وضعیت بزکشی بغلان هم میشه اشاره بکنی که در حال حاضر ایرشته در ولایت بغلان چگونه است؟ علاقمندان خاص خود را داره یا خیر؟ بسیار زیاد علاقمند داره، چرا که بغلان بسیار سابقه خوب بزکشی خوب یک ورزشی ملی ما شماست که بسیار قدامت سابقه داره دیگه. بغلان خصوصا در بزکشی بسیار علاقه خاصی داره، بسیار پهلوانای خوب، چپاندازای خوب و بیننده بسیار زیاد
بسکشی های خوبی هم داریم. بله، چگونه است وضعیت رشته بسکشی در بغلان؟ یعنی از لحاظ امکانات، از لحاظ بودجه، از لحاظ داشتن اسب، دهی برام میشه کوتا بگویم؟ از نگاه بودجه انشاءالله حسب خوب، پهلوان خوب و از این گپام انشاءالله آمدگی خاص داره، هیچ مشکل نیست، همه چیز انشاءالله هست. بله آقای جلال، در پیوند به برگزاری چنین لیک ها بگوین که چی تاثیر داشته روی پیشرفت بسکشی در افغانستان و همچنان حضور چاپاندازان در مسابقات ملی و حتی بین المللی؟ خب این اصلا همی چهارمین لیگ که برگزار میشم، این یک بازی کوکپر میگه که ما همی فدراسیون یا بسکشی ما عضویت اسیایی داریم. دهی ای اگه دمی چهار دوره به مور شکل ایجا افتتاح شده و شروع شده که انشالله دو همه چاپاندازان ما هم پیش از امی لیکی شروع می شد سیمیناری داشتیم، با کلی رئیس هم اول دادیم و وجه خود ما هم رفتیم، بازی هایش هم دیدیم، آمادگی خاصی گرفته شده انشالله به لیگی چهارم. بله کوتا میشه رئیس، در پیوند به حضور نیافتن بیشتر ولایت های دیگر اشاره بکنین که در این فصل رقابت ها چرا تیم های دیگر حضور ندارن؟ به ویژه مثلا میتونیم اشاره بکنیم به تیم بدخشان و شمار دیگر ولایت ها که در فصل قبلی رقابت ها شرکت داشتن. خب به حساب بدخشان، خب اگه بگوییم بدخشان ما تورنمنتی که داشتیم با امرای مطمئن صاحب رفتیم، اوجا بهترین اسپا داره، بهترین چپاندازا داره و بهترین علاقمندا داره. یک رئیسش به نام حاجی طاهر است، دیگه نمیفهم که چی مشکلی داشت تا آخر اگنه بودیجی مالیش هم ما از طریق ولایت ها که می از طریق تربیت بدنی مکتوب رفته، کلش همی والیا از طرف شاروالیا هجی بودیجه را برش انتقال و ایگا پایش و ایج آمدگیش ما برش گرفتیم. با او بود هم آمدگی هم برش گرفته شده بود و تالازی آخرم همی کارت جور میکنیم در میدان بمی لازم، یک روز پیش هم اکسایش با ما روان کرده بود که با ما کارت جور کنین. با صوبش که شد والا همی تو کدام چی پیدا شد نمیفهم، مشکل هجی طاهر بود، گفت که ما آمده نمیتانیم. اگر هم شما رو دیگر ولایت ها میشه دل برام بگوین؟ ولایت سریپول فاریاب هم همی تو مشکل داشت که به حساب گفت که ما اسب نداریم، اسب و اسب یعنی فدراسیون بسکشی امکانات در اختیارشان گذاشت. بله بله بالکل، ما با از طریق تربیت بدنی مکتوب دادیم رسما به کل ولایت ها و کل ولایت ها همکار بود. بله امیالیم که آمده همکاری ولایت ها از اینا از طرف خود فدراسیون بسکشی افغانستان بوده، به ویژه حکومت هزینه بسکشی، هزینه پرداخته که تیم ها به کابل بیان و در این مسابقه شرکت بکنن؟ بله از طریق ولایت ها بود، والیا را مکتوب دادیم کل گیره اونا تامین کرده. بله انتقالش. آقای سرور کوتا، در پیوند به عملکرد چاپاندازان بگویند که برگزاری چنین لیگ چقدر میتونه سطح توانایی چاپاندازای ما را بلند ببره؟ شما قبلا در مسابقات بین المللی رشته در ترکیه شرکت داشتند و چقدر میتونه آماده بسازه اینا را که در مسابقات بین المللی بتونه افغانستان نتیجه کسب بکنه؟ خب امی بازی امی لیکه به خاطر امی است، ما میالی داورا و تیم تکنیکی ما فعلا شش تا سری امی مسئله گپ زده رایسته که دمی تیم ما چپاندازا و قرمانای خود از امیجا انتخاب میکنیم در تیم ملی، گرچه تیم ملی ما داریم، خب بعد دمی لیک که میشه دهی بعد هم بهترین ها رو باز انتخاب میکنیم. مثلا انشالله ما دمی مای هود در سال 2023 در ازبکستان هم یک مسابقه داریم از بسکشی. بله دمی هم باز همی قرمانای خود و همی چه یعنی شناسایی میشه، چهرهای برتر به تیم بله، ملی بله، بله، بله. و ازام آنان به مسابقات بیرون. بله 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 بله. سعید وزکوتا، در باره ازی بگوین که هزینه مسابقاتتان، هزینه رقابتتان که شما در رویدادهای بسکشی شرکت میکنین، هم در بغلان هم در کابل، کدام هزینه شما به دست میارین یا یکی از هزینه شخصی تان است؟ ما پهلوانا که هستیم، یک تعداد پهلوانا متفیدایی هستیم به خاطر ولایت خود، دیگه یک تعداد کلانای ما باز از بایا و اسبدارا جمع میکنن هزینه را. بله. باز همین خرچ و رفت آمدی همی که در پهلوانا میگه پا، باز همین بزرگای ما خودشان و رئیسی ما. یعنی تنخواه مشخص شما نداره؟ نه نه. بله خب حالا که شما با هزینه شخصی و یا هم با مقدار از
پولی که از طرف مسئولین تیم هایتان دریافت میکنین، توقعتان از اداره ورزش افغانستان همچنان به ویژه دولت چی است؟ چی شد و به شما چاپ اندازه تا ای که شما رشد بکنین و بدرخشین در مسابقات گوناگون؟ توقع ما از دولت همیست که دیگه در ولایت ما یک میدان بسکشی خاص ضرورت داریم که ما همین پهلوانا یک رشد میکنه، یک میدان خاص داشته باشند. ما داریم میدان در دندی غوری، ما در خود ولایت یک میدان مشخص نداریم، یعنی یک چی خاصی ماست که یک میدان خوب با ولایت باشیم. امید که توجه شود در این قسمت. آقای جلال، به عنوان آخرین پرسش در رابطه با شرکت اسپا بگویند که اسپای شما در این دور لیگ دارین که هزینهشان بیشتر باشه، یعنی تا چه اندازه اسپا خرید و فروش میشه؟ آیا زمینه از این مساعد است که در افغانستان اسپای بزکشی پرورش پیدا بکنن یا خیر؟ بله، ما با تربیت بدنیم پیشنهاد کردیم. ما باید یک فارم اسپا با سمت شمال جور کنیم و یک فارم با نیزه‌بازی ها در جنوب جور کنیم که اسپای ما مثلا فعلا از 10,000 شیروز تا 50,000 روپا ماسب داریم، تا 1,00,000 دلار هم ماسب داریم که خرید و فروش میشه و یک کلش از قرغزستان و قزاق میه، از اون طرف ها میه. ما انشالله دمی کوشش هستیم که امیره بخیر امی فرما را جور کنیم، از امیجا برای امی ولایت ها و قرامانای خود از امیجا استایه کنیم. بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی، آقای غلام سرور جلال، رئیس فدراسیون بزکشی و نیزه‌بازی افغانستان و همچنان سید ایوز. تشکر از اینکه تشریف آوردید. شما.